تشنه گلوی نازکی آب بیا برد یکی آب بیا برد یکی تشنه گلوی نازکی ستاره ها خسته کن مانده به جا زلشکر ستاره ها خسته کن مانده به جا مرد سواره تکی مرد سواره تکی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الرضیع الصغیر خیر مقدم علی اصغر ز سفر می آید لوحش الله که به همراه پدر می آید ناز پرورده من آمد سوی گهواره ناز می سزد گر بنهم بر قدمش روی نیاز توتی من سخنی از چه زبان بسته شدی سفری بیش نرفتی که چنین خسته شدی در برنامه گذشته نکاتی رو در مورد توسل به شش ماهه ابی عبدالله باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض شد. در این برنامه و چند برنامه آینده نکاتی رو در مورد اشعاری که در مورد این شش ماه سروده شده رو بیان خواهیم کرد. در کتاب قنداقه سرخ جلد سوم اشعاری که در مورد حضرت علی اصغر علیه السلام گفته شده به 5 زبان دنیا جمع‌آوری شده، زبان فارسی، عربی، ترکی، اردو و انگلیسی. خود این مطلب که در 5 زبان زنده دنیا شعر وجود داره در مورد حضرت علی اصغر نشون دهنده این سوز بین المللی این مصیبت هست که چطور اشخاصی که از اقوام مختلف گویش‌های متفاوت و سیرت‌های گوناگون هستند اومدن در خانه این شش ماهه
و از ارباب شش ماه همون شعر برای ایشون شعر سرودند و از ایشون تمجید کردند و مصیبتش رو با زبان شعر بیان کردند. و در این شعرها و سوزهای شاعرانه نکاتی هست که واقعا جای دقته که چطور شاعران به هر زبانی بودن این عینک های تیزبین شاعرانه خودشون رو بر چشم زدند و زوایای مختلف مصیبت حضرت علی اصغر یا زندگانی ایشون رو با بیان بسیار زیبایی بیان کردند. بعضی وقتها واژه های بسیار زیبایی استفاده میکنن شاعران که انسان رو به اون اوج مصیبت و سختی که در کربلا بود برسونند. بعضی از شعرها تعبیر کردن از حضرت علی اصغر علیه السلام به نام محسن حسین، یا بعضی گفتن تکمیل 72 تن بود این 6 ماه. بعضی از ایشون به نام حاجی کوچک کربلا یاد کردن، یا بعضی به نام پرستوی صبور از او یاد کردن، یا بعضی اون تسلیت آسمانی رو به منصه شعر آوردن و او رو در شعری گنجاندند و مفاهیم بسیار زیادی که در این شعرها وجود داره و جا داره انسان اونها رو بخونه و به اون ظرافتهایی که بسیار زیبا در این شعرها گنجانده شده دقت کنه. زبان شعر زبانی است که واقعا بعض از مفاهیم بلند رو در یک بیت می گنجاند که انسان دلش میخواد ساعتها بنشینه و برای همین یک مصرع یا یک بیت گریه کنه از بس درش مفهوم گنجانده شده است. شعرهایی که در شعر فارسی سروده شده است چند نوع هست. بعضی از شعرها شعرهای مثنوی است، دو بیتی هم زیاد سروده شده. بعضی از شعرهای نو هم در مورد حضرت علی اصغر علیه السلام گفته شده و انواع شعرها در مورد ایشون در زبان فارسی وجود داره. نوحه و سینه زنی هم بسیار زیاده در شعر فارسی که نمونه هاش رو انشالله خدمت شما عزیزان میخونیم. الان یک شعری هست از مرحوم اصفهانی، آیت الله اصفهانی، که خیلی زیباست در مورد حضرت علی اصغر علیه السلام. این رو میخونم که ببینیم چقدر زیبا ایشون این مصیبت رو در زبان شعر جاری ساخته است. ناز آغاز کن و جلوه کن از آغوشم، که من این جلوه به ملک دو جهان نفروشم. ای جگر تشنه که با خون جگر آمده ای، خشک لب رفتی و با دیده تر آمده ای. از چه آغشته بخونی تو به آغوش پدر، تو که رفتی به سلامت بر سر دوش پدر. آخر ای قنچه پژمرده کسی را بد کرد، نغمه تیر تو را از چه چنین خوابت کرد. از چه ای بلبل شیدا تو چنین خاموشی، یا که از سوز آتش باز مگر مدهوشی. پنجه ظلم که ای قنچه گلخارت کرد، که این ستم بر تو و بر مادر غمخوارت کرد. چه شده ای بلبل خوش خوان ز نوا افتادی، ز آشیان رفتی و در دام بلا افتادی. چه شده ای روح روانم که ز جان سیر شدی، بحر یک قطره آبی هدف تیر شدی. بود امید که دا بال و پری باز کنی، نه که از دست من غم زده پرواز کنی. آرزو داشتم از شیر تو را باز کنم، برگ عیشی ز گل روی تو ساز کنم. ناوک خصم تو را عاقبت از شیر گرفت،
دست تقدیر زشیرت به چه تدبیر گرفت؟ اگرت آب ندادند و مرا شیر نبود، نازنین حلق تو را طاقت این تیر نبود. تیرکین با تو چه ای کودک معصومم، این قدر هست که از روی تو محرومم کرد. وای بر حرمله کندیشه زخون تو نکرد، رحم بر کودکی و سوز درون تو نکرد. ای دریغا که شدی کشته بیشیری من، پس از این تا چه کند داغ تو و پیری من. یک شعر بود که چند نکته زیبا درش گنجونده شده بود و زوایای مختلف با اون احساس شعر و عواطفی که میشه در شعر گنجاند بیان شده بود. شعر دیگه ای که انتخاب کردم بخونم براتون از مرحوم نیر تبریزی هست. ایشون یک شعر بسیار طولانی داره که در فراز فراز این شعر قسمت های مختلف مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام رو گنجونده است. اینطور آغاز میشه این شعر: شد چو خرگاه امامت چون صدف، خالی از درهای دریای شرف. شاهدین را گوهری بحر نثار، جز در غلطان نمان اندر کنار. شیرخوار شیرقاب پردلی، نعت او عبدالله و نامش علی. در طفولیت مسیح عهد عشق، انی عبدالله گو در مهد عشق. بحر تلقین شهادت تشنکام، از دم روح القدس در بطن مام. ماهی بحر لدنی در شرف، نامبک نمرود امت او را هدف. داده یادش مام اسمت جای شیر، در ازل خون خوردن از پستان تیر. کودکی در عهد مهد استاد عشق، داده پیران کهن را یاد عشق. طفل خورد اما به معنا بست ترگ، که از بلندی خورد بنماید بزرگ. خود کبیر است هرچه بنماید صغیر، در میان سبعه سیاره تیر. بعد میرسه به فراز دیگه، ایشون اینطور میگه: عشق را چون نوبت طغیان رسید، شد سوی خیمه روان شاه شهید. دید اسقر خفته در حجر رباب، چون حلالی در کنار آفتاب. چهره کودک چو در دی برگ بید، شیر در پستان مادر ناپدید. با زبان حال آن طفل صغیر، گفت با شه که امیر شیرگیر. طفل اشکی در کنار آمد افتادم، مفکن از چشمم که مردم زادم. گرچه وقت جان فشانی دیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. جرعه از جام تیر و دشنم، در گلویم ریز که بس تشنم. ایشون همینطور از زبان حضرت علی اصغر و فرازهای شهادت ایشون رو بیان میکنه تا میرسه به این قسمت که میفرماد: پس خطاب آمد به سکان ملا، که فرود آیید در دشت بلا. بنگرید آن کودکان شهر عشق، که چسان آرند بر سر راه عشق. بنگرید آن مرغ دست آموز عرش، که چسان در خون همی غلطد به فرش. این شعر بسیار طولانیه که من همین چند قسمتش رو بیشتر برای شما نمیخونم. شعر دیگه هست که از جولیده نشابوری است، این هم بعضی از مفاهیم بسیار زیبا داره که براتون میخونم.
ایشون فرماد بسوز ای دل که اسقر در تب و تاب است، درون خیمه ها امشب گمانم قحط آب است. زمین کربلا امشب به سان لاله می سوزد، رقیه نوحه می خواند به سینه ناله می سوزد. سکینه مشک خالدی فکنده بر سر دوشش، به دنبال عمو گردد تا که گردد هم آغوشش. اینها بعضی از اشعاری بود که در زبان فارسی برای شش ماهه حضرت علی اصغر علیه السلام سروده شده بود که مفاهیم بسیار زیبایی در این اشعار هست و جای داره ما بیش از پیش به این اشعار ارج بنهیم و اونها رو بخونیم و ما مفاهیمی که سروده اند در این شعرها آشنا بشیم، که این مفاهیم واقعا جای داره که ما براش اشک بریزیم. خود زبان شعر زبانی است که مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام هم بوده است. بعضی از شعرا می اومدن در محضر اهل بیت علیهم السلام شعر می سرودن و خود اهل بیت به اونها می فرمودن که الان روح القدس بر زبان تو این شعر را جاری کرد، از بس اشعار بسیار زیبایی بود. یا شخص اومد در محضر امام صادق علیه السلام برای مرثیه خوانی و روزه خوانی، حضرت بهش گفتن روزه بخوان و همون طوری که در منطقه خودتون و شهر خودتون میخونی با همون سبک برا من بخون، و اشعار زیبایی هم خوند که اهل بیت علیهم السلام بسیار گریه کردن. کلن میتونیم این جنبندی رو داشته باشیم که زبان شعر زبان بسیار زیبایی است، مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام بوده. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که این اشعار زیبا رو بخونیم و با ناله های شاعرانه در مورد حضرت علی اصغر علیه السلام آشنا بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خواب غنچه پرپر، به خواب نوگل مادر، به خواب شیر خورم اصغر، علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی لای لای. عزیزم از شبی تابی، چرا مادر نمی خوابی؟ گمانم تشنه آبی، علی لای لای علی لای لای. عزیزم از شبی تابی، چرا مادر نمی خوابی؟ گمانم تشنه آبی، علی لای لای علی لای لای، علی لای لای علی لای لای. مزن آتش به جان من، مبر تا متوان من، بخور آرام جان من، علی لای لای علی لای لای، علی لای لای علی مزن آتش به جان من، مبر تاب و توان من، بخواه آرام جان من، علی لای لای علی لای لای. مزن آتش به جان من، مبر تاب و توان من، به خواب آرام جان من، علی لای لای علی لای لای، علی لای لای علی لای لای.